ترسناکترین تهدید خداوند از نظر بنده برای چه کاریه؟ زنا کرده، غیبت کرده، تهمت زده، چی کار کرده؟ رفته بود پرستیده، رفته کلنگ ورشته خونه کعبه رو خراب کرده، چیه اون چیه؟ بگو خدا ما بدونیم بدترین اونجایی که تهدید برای چی؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. این که مؤمنین جامعه مؤمنین ولایت کفار رو بپذیرن، میفرماد من شما رو میترسونمتون از چی؟ یحذرکم لا نفسه، از خودم، یعنی خودم شیشتون تمام قد میام وسط تا پدرتون رو در بیارم. میگی چرا بلایی سر مملکتمون اومد؟ برو ببین چه میزان ولایت کفار رو پذیرفتی. به میزانی که بری زیر سایشون چکای افسری سه ستاره از خدا خواهی. به میزانی که وایسی جلوشون، نفت رو برات میبره میکنه 120. برو وا بده. نفت مفت شده بود. بله دلایل زمینی داره، خوبی که نظام سبب و اسبابه. خدا میخواد یکی کشته بشه، حالا یا با تیر میزنن، سنگ میخوره، آب سنگ میاد، زلزله میاد، مریضی میگیری، بلای سر رو بابا میاد. اون نظام سبب و اسباب روز کنار، دست خدا از کدوم هستین در میاد؟ واقعا تجربه این 42 سال ما همین نشون میده. بدترین تورم های ما مال لیبرال ترین دوره هامونه. نمیذاره. خب بالاخره این آیات رو قرآن هم مشکی محسن تنت کردی، تکلیف خود رو روشن کن، خدا رو قبول داری حرفاشو یا نه؟ یه جایی قسم خورده میگم والله من خدام، آفریدمتون، زورم هم زیاده، حرف من گوش میکن یا اونا رو؟ یه جای خدا برای اینکه جامعه مؤمنین بفهمن اینا رو، عمدن جامعه مؤمنین مینوزه تو حجر، بعد عمدن کاری میکنه که دستشون از همه جا بریده بشه، هیچ راهی جز خود خدا نمونه، همه چی هم تست کنن ها، تست میکنه وقتی گیر کردم که خب از من بخواد، بعد میخواد خدا حل میکنه براشون. یا حالا آدم شدی؟ صد سال اگه خدا میخواست مسلمان ها رو به جنگ با مشرکین من که بفرسته نمیشد. اینو به شما بگم میترسید، اینا ترس فرار کردن از مکه اومدن مدینه، کتک خورده ها بودن، یه دوش که در رفته بنا رفته نمیشه نجاشی، مگه میجنگن؟ آیه قرآن چیه؟ میگه آها جنگی که خواست شروع بشه ما یه کاری کردیم. چیکار کردی خدایا؟ شما مشرکین رو کم دیدی، مثلا اگه 1000 تا بودن شما مثلا 200 تا دیدیشون، مثلا که تحریک بشی چیکار کنید؟ بجنگ. مشرکین شما رو چی؟ اونا زیاد دیدن بترسن. نه اونا هم کم دیدن، 300 نفر بودن مسلمین، اونا هم مثلا 50 تا دیدن، که حتما دعوا در بگیره، خود اصلا میخواست دعوا رو بندازه اون مثلا. دعوا که کردن بعد بردن، بعد خدا میفهم حالا جنازه ها رو میشه. چه 70 تا کشتیم، 70 تا اسیر گرفتیم، اونجا کلا اینا 100 تا مثلا میدیدیم که بزن. کلیشون هم که بالا بیاد دشون هم رفتن که عجب. بعد تو حالا آها حالا درس گرفتی، دیدی زور من خدا بیشتره، دیدی برخواه من گوش بکنی. خیلی مظلوم خدا، خیلی مظلوم. یه جایی و قسم بخور تو قرآن برای خودش.